مجموعه سیلی های صوتی که شما رو به اعماق وجود خودتون میبره تا آرامش درون، خواب آسوده، رهایی از احساساتی که شما رو آزار میده و با بدن خودتون متصل میکنه به زبان فارسی و انگلیسی. این مجموعه با صدای دکتر فرسینی شما رو هیپنوتیزم میکنه و کلمات تلقینی به کار رفته میشه تا شما رو سریعتر به اهداف خودتون برسونه با موسیقی که به شما آرامش میده و با تکنیک مانو رو بیت. برای سفارش این سیدی های صوتی با دکتر فرجان زینی در تارنمای فرجان.com تماس بگیرید و یا با شماره تلفن 818-648-2140 818-648-2140. Dr. Fujian Zhang. I'm a psychotherapist, a licensed marriage and family therapist, speaker, and an author. I would like to tell you about a seminar, The Power of Two, that I'm doing with Behnam Bakhshande, which is a wonderful coach and a relationship and a business coach. This seminar is about you in your relationship, the most important aspect of your life, your intimate relationship. In this seminar, you will get how you have been behaving, how you have been thinking, your belief system, and your behaviors within your intimate relationship that has created the result that you have gotten right now. And will give you a lot of tools, amazing keys in how to create a successful relationship and how to sustain and maintain it. I hope you enjoy it. برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی روانشناس هستم و به یکی از برنامه های دیگر ما که با هنرمندان گفتگو داریم خوش آمدید. امروز مهمان عزیز من جناب آقای پیروز هستن. خوش آمدید. مرسی، مرسی از دعوتتون، مرسی از لطفتون و بر من خیلی جالب بود که وقتی که متوجه شدم برنامه چی است خوشحال شدم، به خاطر اینکه من همیشه راجع به موسیقی، راجع به آلبومام و در این زمینه همیشه صحبت کردم و زندگی خیلی بازتر و بیشتر از این هست و خوبه که راجع به مسائل دیگه صحبت کنه. دقیقاً پیروز جان، یکی از دلایلی که من دوست داشتم که با هنرمندا صحبت کنم اینه که برنامه‌های روانشناسی من زیاد داشتم در عرض این 20 ساله در تلویزیون‌ها و رادیوهای مختلف و میدونم که دوستان شما، کسانی که هنرمندها رو دوست دارن، معمولاً فقط یک بعدی از هنرمندها رو می‌بینن و اونم هنرشونه که ارائه میدن، ولی یک انسانی هست پشت این هنر که بعضی موقع زندگی های بسیار عادی مثل بقیه ماها داره و با
بالا بلندی ها که همه ما ها داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، اونها هم نرم دست و پنجه نرم میکنن، اونها هم مهارت های دیگه ای در زندگی پیدا میکنن در قسمت های دیگر زندگیشون که فقط قسمت هنرشون نیست. صحیح. و مطمئنن کسانی که فن شما هستن دوست دارن که خصوصیات اخلاقی و یا مهارت های دیگری هم از شما ببینن و شاید کل اون انسان رو ببینن. یک دو، من فکر میکنم یکی از مسئولیت های هنرمندان غیر از اینی که علاقه دارن که هنرشون ارائه بدن اینی که چون پابلیک فیگور هستن اونها هم یک پیام های دیگه ای که از زندگی خودشون میاد میتونن داشته باشن و وقتی اونو در کنار آخرین تحقیقات روانشناسی میاریم ممکنه که کسایی که بینندگان شما هستن بتونن این دوتا رو در کنار هم تلفیقی بدن و اون پیام ها رو شاید راحت‌تر بپذیرن با در فضای انترتینمنت بپذیرن. بله بله، خب هر شخصی عقایدی داره، هر هنرمندی عقایدی داره. من خب یه خوبیش اینه که چون من یه مقدار ترانه هامو خودم می‌نویسم، یه مقدار من اسم نمیگم طرفدار، من اسمشون رو گذاشتم یاران. یاران من با عقاید فکری من تا یه مقداری آشنا هستن. بعد این سوژه که شما انتخاب کردین برای صحبت کردن امروز، من دیدم اینم خیلی خوبه چون اینو از من زیاد نشنیدن راجع به چیزی که میخوایم با هم صحبت کنیم، این که یه مقداری با من آشنا هستند رفقایم. خب خیلی خوشحالم. حالا قرار قسمت دیگه از زندگی پیروز رو هم امروز راجبش صحبت بکنیم. ازدواج کردی؟ بله. و در این ازدواج یک فرزندی؟ دو فرزند. دو فرزند از خانومت. بله. این هدیه رو برات آورده. بله. توی این ازدواج. بله. درسته؟ بله. یکی از مواردی رو که ما نگاه میکنیم آماری که حداقل در امریکا هست میگه که 33% از فامیل هایی که در امریکا هستن توی فضای blended family، حالا اسمشو میذاریم blended به انگلیسی به خاطر اینی که خانواده هایی که از ممکنه یک نفرشون فرزند داشته باشه از ازدواج دیگه یا اینی که هر کدومشون فرزند جدایی داشته باشه از ازدواج دیگه و در کنار هم میارن و میگن 33% در امریکا هست. در ایران هم به نظر میاد که آماری ما نداریم که نشون بدیم که از ایران چقدر هستش، ولی چون داره بیشتر و بیشتر میشه به خاطر اینکه آمار طلاق داره زیاد میشه، آمار طلاق ازدواج اول و دوم داره زیادتر میشه، قاعدتا این مسئله خودش رو بیشتر نشون میده و خیلی موقع ها سخت‌تره به خاطر اینی که پدر و مادر طبیعی اون فرزند بودن یه سری قوانینی داره که مثلا ما خودمون از پدر مادرمون یاد گرفتیم و جامعه به همون میگه بچه کار بکنیم و خودمون رو توی اون قوانین میگذاریم و میریم جلو. سخته، بالا پایینمون رو داریم، ولی به هر صورت یه جور اونور اینور نگاه میکنیم و این رو جلو میبریم. ولی والد ثانی بودن در حقیقت در اون فضا قوانینی براش نیست و انگار هر خانواده خودش تو اونجا شرایطش داره، قانونش رو میسازه و میره جلو و بعضی موقع انگار تنابی نداریم که دستمون رو بگیریم و جلو ببریم و کرییشن هر لحظه خودمونه که باید این رو به وجود بیاره. تجربه خودت رو بگو راجبی. مثلا خدمت عرض کنم که من سریع بک‌گراند بدم، من وقتی با همسرم نازی آشنا شدم دنیا 15 سالش بود، ببخشید 9 سالش بود و دانش پسرمون 12 سالش بود. منم اصلا تجربه نداشتم، نه تو ازدواج نه در پدر بودن. پدر بودن اینی که در کل من هیچ تجربه نداشتم چجوری میتونم یه پدر خوب باشم، شوهر خوبی باشم و اینا. همینجور که خودتون اشاره کردین it doesn't come with a manual، با منیول نمیاد. یه تنابی نیست که منیول سو، همش تجربه است. من اصولا چون خیلی مدت زیادی از زندگیم آدم خودخواهی بودم، هیچ وقت ازدواج نکردم و بچه دار نشدم. ولی خب وقتی که پای عشق میاد وسط و شما شریک زندگیتون رو برای ابد پیدا میکنین، چه بسیار زیبا که به قول شما حرف قشنگی زدین، یه دو تا هدیه هم باهاش اومد. اصولا با اینکه منیول نیست، با اینکه تناب نیست، ولی همیشه عقل، شعور، انسانیت و مکالمه، گفتگو اینا خیلی مهمه. من هیچ وقت وارد
مسائل نازی با شوهر قبلیش نشدم، اصلا به من ربطی نداشته، یه مسئله بین بره دوزش. و اینو من خیلی راحت بگم، الان دور ما کسایی که ما رو میشناسن هاج و واج موندن که چطور ما سه نفر اینقدر با هم صمیمی هستیم. همه جا با هم میریم، با هم هنگات میکنیم. تولد مجی بود پریروز، مجان زاد روزت شاد باش دوباره. اینو میگن عقل و شعور و فهم. بچه که خودش به دنیا نمیاد، میارنش تو این دنیا، پس اولین مسئولیت همه میشه اون بچه. و ما باید چه کار بکنیم که اول تمام افکارمون و رفتارمون در رابطه با اون بچه باشه. این شعور من داشتم، تجربه ازدواج نداشتم، تجربه فرزندداری نداشتم، ولی این عقل و شعور همیشه داشتم که اون دوتا اولن. و خوشبختانه چون هر ستاییمون آدم های باشعوری هستیم و عقلمون استفاده میکنیم، تونستیم این کار رو انجام بدیم و بچه ها را بدن. الان بچه ها به جای یه پدر دوتا پدر خوب دارن. سو همیشه من خانمم اتفاقا دیشب هی این جمله رو برش تکرار میکردم، انگلیسیش هست In every adversity there is an equivalent seed of success. به فارسیش یعنی در هر چیز بدی که اتفاق میفته، چون چیزای بد اتفاق میفته، ما نمیتونیم سرمون رو بکنیم زیر بفگیم یه چیز بدی اتفاق میفته. چرا؟ چیزای بد هم اتفاق میفته زندگی، ولی سعی کنیم چیزایی که خوبی هم که میتونه اتوش باشه رو اونا رو دریم، ازش استفاده کنیم و بهتر زندگی کنیم. یک افکار اولیه ای هست که اینو بیشتر در داستان ها میبینیم. یک دکتر وید اومده و نگاه کرده به تمام فیبل ها و کارتون ها و داستان هایی که ماها داریم و دیده از هر 6 تا داستانی که ماها برای بچه هامون تعریف میکنیم، یک دونه از این داستان ها حتما راجبه یا زن پدر خیلی بد جنسه یا شوهر مادر خیلی بد جنسه. و یک جوری اینو مثلا تو داستان ها همیشه این حالت ترس رو به وجود میارن که اگر مثلا پدر مادری نباشه و یک کسی دیگه ای بیاد بالا سر اون بچه ها، قاعدتا دوستشون نداره، نمیدونم با جارو دنبالشون میفته مثل سیندرلا یا خیلی از اونا. و بعد خب مثلا 1970s ایاتون باشه دون فیلمی اومد به اسم بریدی بانچ. بله. که بریدی بانچ مثلا یه زن و شوهری بوده که هر کدومش یه سری بچه داشتن، سه تا هر کدوم. آره. و اینو که اومدن در کنار هم توی خونه زندگی میکردن و چقدر زیبا با عشق و صمیمیت کلافگیاشونو داشتن، ولی این فضا رو رد میکردن و یک بالانس، یک تعادلی آوردن توی این ذهنیتی که وجود داره. ولی از طرفی میتونم که چون زیاد با بلندد فامیلی و بچه ها کار میکنم، اینه که برای بچه ها هم برای فرزندان یه مقدار شکاوره و اون اول رابطه براشون نمیدونن چه آدمی قرار بیاد توی زندگیشون. درست. و دربر بگیره و بخواد اونا رو تربیت بکنه نکنه، تا چقدر قدرت داره نداره، مادر یا پدرشون رو قرار ازشون بگیره نگیره. و از فضایی که اونها اولش میان ترس بسیار زیادی هست و طریقی که ماها میتونیم با اون ترس رو بروشیم، آگاه باشیم و درک کنیم اون ترس. بله. رو خیلی مهم میشه. تجربه خودت چی بود؟ بسیار مهم. میگم همینجور که تکرار میکنم خودم، اولا یه لغتی استفاده کردین من این تو ذهنم بود، همسر من نازی همیشه این یه لغت که دوست داره استفاده، تعادل، بالانس، خیلی مهمه تو زندگی. سو برگردیم به بچه ها. جالب اینجا که شما حرف قشنگی زدین، همیشه داستانی بوده که بچه ها رو ترسوندن از همین افرادی که شما میگفتین و چقدر بده. چون ببینین خیلی جالبه، ما اگه یه توله سگ و یه موش کوچولو رو با یه بچه گربه رو بغل هم بزرگ کنیم، اینا نمیدونن با هم دشمنن. ما هر چی که بر سر بچه میاد ما یادشون میدیم، جامعه یادشون میده، بچه خوب چه بهتر که چیزای خوب یادشون بدیم. همیشه آدم بد خوب تو زندگی هست، همیشه. فیلم چی بود؟ Life is like a box of chocolate. زندگی جعبه شکلاته، شما نمیدونید چه مزایایی توش هست، یکیشو دوست داری یکیشو نمیخوای بازش کنی. اینه که نمیتونیم بگیم که همه چی خوبه، ولی انسان ها انقدر باید وجدان داشته باشن، انقدر باید شعور داشته باشن که اول اون بچه ها رو تمرکز کنن، اون بچه ها بعد خودشون. سیستم امریکایی کم فرق میکنه، هم I guess it's a little different. ولی من بیشتر تکیه میکنم روی این مسئله که
از خود گذشتگی میخواد و فهم و شعور میخواد. آیا تجربه کردی که فرزند دنیا یا دانش اون اول ارتباطت با نازی مثلا خودشون اول عقب نگه دارن تا تستت بکنن، چک بکنن؟ چون خیلی طبیعیه که بچه ها تست میکنن، چک میکنن، ببینن که تا چه حدی میخوای منو کنترل کنی، تا چه حدی واقعا منو دوست داری، تا چه حدی میخوای مثلا تربیت میکنی چون منو دوست نداری. تا این تست ها رو بچه ها میکنن با کسی که تازه وارد زندگیشون شده. همچین تجربه ای رو داشتی؟ خدمت شما عرض کنم که اولا که آرزوی انسان ها اینه که هیچ وقت این اتفاق نیفته، به نظر شما اتفاق بیفته که این بچه ها تو این موقعیت قرار بگیرن. موقعیت قشنگی نیست برای هیچ بچه ای تو هیچ سنی. حالا باز اگه سنشون بالاتره باز یکم شاید راحت تر باشه براتون یه مقدار، چه برسه سن کم دیگه بهتره. ولی من خوشبختانه روح پدرم شاد، من این خصوصیت اخلاقی پدرم رو دارم، من با بچه ها خیلی خوبم، با اینکه تا موقع که با نازی آشنا شدم بچه دار نشده بودم، ولی رابطم با بچه ها خوبه، میدونم چجوری باشون، همون حتی اون قدم اول میدونم مثلا با بچه کوچیک چجوری سلام علیک کنم که از من نترسه. اعتمادشون رو میتونید چجوری جلب بکنید؟ بله، پدرم هم روحشون شاد اینجوری بودن. خب یه دلیلی که من عاشق همسرم شدم اولی که با هم آشنا شدیم، چجوری به بچه ها میرسید و به همه میرسید، یعنی مهرش کلن انسانی که بودم مهرش تو گرفت که اونجوری عشقت هم. دقیقا، مثلا یه کوچولو، یه خاطره خیلی کوچولو، مثلا باربیکیو داشتیم میخوردیم، ما تو رنج زندگی میکنیم، امکان نداشت لقمه اول مال خودش باشه، بچه ها بعد پدرش، بعد یکی میداد به من، یکی میداد به پسر خالم. خب اینا یه چیزای قشنگه که آدم یاد میگیره، چون من تا حالا تا اون موقعی که با نازی آشنا شدم همه کار برای خودم بود، بسیار خودخواه بودم چون عادت کرده بودم غذا میخوردم، کسی نبود، دنیا نبود، دانش نبود که من غذا رو با اونا تعارف کنم. ولی الان سر میز شام یا نهار اول بچه ها باید سرو بشن، آخر نفر من خواهم بود. خب اینا رو یاد میگیره. خب نازی تجربهش رو داشت، من نگاه میکردم و یاد میگرفتم. خصوصیت اخلاقی بچه ها رو نمیدونستم. سن سختی هم هست، همیشه سخت. هر سنی سختی خودشو داره. ولی خوبیش اینه که یک در رابطه با بچه اینو من میدونم که فریاد زدن، نگفتن و صبور نبودن راه بسیار اشتباهی تو بچه داری. یه حرف خیلی قشنگی به نظر من میزدی که من از تو گفتارت داشتم اینو درک میکردم، که یکی از رازهای موفقیتی که پیدا کردی در این ارتباط این بودش که از اول اومدی توی این ارتباط به جایی که من نمیدونم، مهارت کافی رو ندارم، بلد نیستم و بذار نگاه کنم و یاد بگیرم، و یک از یک جایگاه دیگه قسمت خودت رو یه دفعه وارد این رابطه نکردی، نگاه کردی که سیستم چجوری داره کار میکنه. به نظر من خیلی پوینت مهمیه که شما عزیزان این رو بگیرین، نگاه میکنی که خود سیستم چقدر زیبا داره کار میکنه. یعنی سیستمی که نازی داشته با فرزندانش یک سری از سالهایی رو کنار داشته بزرگ میکرده، داشته کار میکرده و اون کار کرده، موفقیت آمیز بوده، و قشنگ اون سیستم رو نگاه کردی و دنبال اون سیستم کردی. وقتی آدم اون سیستم رو نمیاد خط خطی بکنه یا توش میدونی سنگ بندازه و فالو میکنه، میره توی اون سیستم، اونقدر احساس خطر به وجود نمیاد. دقیقا. ولی باز هم این تمام اینا همش رو عقل و شعوره که شما داریم میگیم. باز هم ولی بچه ها هنوز ترس دارن. حتما. از یک نفر جدید. شکر خدا حتی مادر نازی فرجون همیشه به نازی میگه اینطور که پیروز این بچه ها رو در آغوش میکشید، نازی به من میگه، حتی میگه اونم یه دلیلیه که من عاشق تو شدم، چون حس میکردم محبت رو به بچه ها چجوری با عشق به آغوششون میکشی. سو من همونو دقیقا که شما میگین فالو کردم، یاد گرفتم، بلد نبودم، قانونهای خودم رو دارم، یه سری باورها دارم تو زندگی که قانونهای منه، که آموختن درسته به بچه. به همین خدمتون میگفتم بی‌حوصله بودن، فریاد زدن، خیلی صبر میخواد با بچه تا کردن، و
و نباید انسان هیچ وقت عصبانی بشه. ما بزرگتریم، همیشه به منازی میگم ماها قراره که پدر مادریم، ماها باید صبور باشیم. اگه بچه از عصبانی میکنه نباید از کنترل از دست برتون به خاطر اون موضوعی که داره اتفاق میفته. رول ها هم خیلی متفاوته، یعنی برای بچه هایی که کسی رو که حس میکردن که حق داره تربیتشون بکنه فقط مادر یا پدر طبیعیشون بوده، وقتی یک شخصی وارد زندگیشون میاد میشه معمولا حق این رو بهش نمیدن که تو میتونی منو تربیت کنی. اون مادر کسی که اون وسط هست یا پدری که اون وسط هست خیلی رول سنگینی رو برای خودش میگیره، برای اینکه هم باید فرزندانش رو تربیت بکنه، هم نظمی باید بده به این ارتباطاتی که داره به وجود میاد، چون ممکن اونجا نباشه، قرار باشه که اون والدی که تازه اومده مجبور بشه یه سری تربیت ها رو بکنه و بعد اون شخص تو گیر میکنه اون مثلا، چون هم میدونی حالا همسر جدیدش میاد چغلی میکنه، بالاخره بلدیت چیز میکنه، بچه ها میان چغلی میکنه، یه جور اون وسط ها گیر میکنه و اون هم باید هم مهارتش رو داشته باشه و این تعادل رو به وجود بیاره که چجوری همیشه از جایگاه اعتماد بتونه بیاد که این گروه رو به هم وصل بکنه، چون یک لحظه شک و شبهه‌ای براش به وجود بیاد که نیت فرزند همسر جدیدش اون عشق و محبت نیست، این شک و شبهه خیلی خیلی کل فضا رو به خطر میندازه، در حالی که وقتی اون اعتماد هست و پشتیبانی از هر دو داره میکنه، نه اینکه پشتیبانی همسرش رو جلوی فرزند یا پشتیبانی فرزندش رو جلوی همسرش، ولی پشتیبانی از شاید حق، از چیزی که باید باشه که به هر صورت بهبود همه رابطه ها هست و آینده کل این یونیت با هم هست، وقتی اون اتفاق میفته آروم آروم اعتماد به وجود میاد. جالبه که توی این تحقیقات نشون داده معمولا بین 5 سال تا 7 سال طول میکشه که اون صمیمیت، احساس تعلق واقعی بین همسر جدید و فرزندان به وجود بیاد. خیلی ساله بله. که اون کاملا به وجود بیاد. چه جالب لغت 7 سال هم استفاده. ما 7 ساله که از 5 سال اول نامزد بودیم، بعد ازدواج کردیم، 2 سال که ازدواج کردیم. باز نظر به خودخواهی نباشه اگه بگم دوباره این حرفو، ولی باز من عقل و شعورم رو استفاده کردم از اول. نگاه میکنیم بهش مثل یه کمپانی، رئیس کل این کمپانی، CEO این کمپانی نازی خانمه، توجه دارین؟ در کل خانم رئیسن، هیچ بحثی هم درش نیست. بعد بعد بابا ما چی کار میکردیم بدون شما؟ اولا به دنیا نمیتونستیم بیاییم، اصلا نبودیم. خب حالا دیگه حق مارم باید ما نکنیم. بالاخره یه زنی احتیاج شد که شما رو، مادر شما احتیاج به شما رو به دنیا بیاره. درود به. و حالا یه کم میرم این وری و دور برمیگردیم. مرسی از کردیتی که دادین. درود به خانمای ایرانی، چون خودشون نشون دادن به خاطر این چند سال گذشته، واقعا خودشون نشون دادن. درود به تک تک شما. و من اینجوری نگاش کردم که سی ای او نازیه، second in charge is Majid. من I'm a support team. یهو پامو نذاشتم اون وسط شروع کنم خط و نشون کشیدن، نه این نه و اون نه، چون خودم میگم یه باورهایی دارم از لحاظ تنبیه بچه چجوری باید باشه، رفتار با بچه، کامیونیکیشن با بچه. و شکر خدا این دنیا دانش از اول جنسشون خوب بوده، خوب تربیت شدن. ولی حرفی که میزنی پیروز اینم نشون میده که یه مقدار زیادی حالت ایگولسنس، یعنی میدونین همون که اولش هم گفتم که من با این حالت حقانیت وسط نمیام که بلدم، بلکه جایگاه خودم رو میشناسم و این خیلی فروتنی و میتونم بگم احتیاج داره به اینی که بدونم که قدرت دارم، جام مهمه، ارزش داره، ولی جام کجاست؟ این خیلی خیلی مهمه، چون من زحمت اون بچه رو نکشیده بودم، اجازه نمیتونستم به خودم بدم که یهو بیام وسط. خب چرا حالا من با نازی ازدواج کردم یا حتی موقعی که نامزد کردیم من، ولی سعی کردم محبت کنم، سعی کردم با محبت و چیزایی که بچه ها دوست داشتن میرفتم طرف اون کارو. من اصلا موافقم با این کار، باید بریم دنبال چیزایی که بچه‌ها بهش علاقه نشون میدن، اونو صاف کنیم، بعدم حسنش رو سر میرن از سراغه چیز دیگه، همش همین جوریه. سو من بیشتر فکر میکنم که همه چی با عقل و شعوره، با فکر کردنه،
و اینه که من ساپورتیم هم. چرا بعض وقتام لولو خورخور میشم نازی put me in charge you know and I take over. ولی خب نمیتونستم به خودم این اجازه رو بدم. پدر مادر اصلی اون دوتا هم منم always the supporting. هدف اصلی بچه ها. این مهم بود برام. من بین برنامه هم دلم میخوادش که بینندگان عزیز راجب موسیقی تو هم گوش بدن، چون میدونم هم عشقت، مهرت، عقلت، شعورت، استعدادت روی اون هم هست و اگه اجازه بدین دلم میخواد یکی از آهنگای پیروز رو با هم بشنویم و دوباره برگردیم به این گفتگومون. دوستان عزیز، مرسی از اینه که دوباره برگشت نگه دارم، چون یک دونه موسیقی زیبای دیگه ایشون رو قراره با هم دیگه بشنویم. لطف میکنی راجع به این آلبوم صحبت بکنی؟ کسی سه ماهه که به بازار اومده. سه ماه هست. اسم آلبوم هست همیشه، Always. من 7 سال غایب بودم. چند ساعت وقت فضولی چند ساعت وقت داریم؟ من از راه فضولی در میارم روانشناسم تا یه چیزی دست من بده. خیلی خیلی مسائل در کل میتونم بگم دل سردی از هم جامعه اینجا، هم ایران. خیلی دل سرد بودم، ولی خب دلگرم شدی و برگشتی. عشق، باز هم عشق به همسرم و
طرفدارام تو ایران، یارانم که هی با از طریق فیسبوک، ایمیل، کجایی، چرا نیستی، دل ما تنگ شده برات، برای اونا، برای اونایی که دوستشون دارم و به من محبت میکنن. در اصل همسرم، چون انرژی مثبت نازی بود که این نیرو رو به من داد که این کار انجام بدم. چون میدونین هم از اساس روحی، هم خوب بشینیم پای حرفای دوست نازنینم خواننده بسیار خوب شاهرخ دا قشنگ براتون همینج رو بگه، هم از این که بالاخره همش ضرره برای ما. آلبوم ضرره، ویدیو ضرره، خیلی از این که منفعتش برای یارامونه، برای ما بالای 60-70 هزار دلار فقط پولی که، ولی برای خوشحالی هم همسرم هم یارانم این کار رو انجام دادم. و این یک مجموعه که خیلی دوستشون دارم، هم برای شادیه، چون من فکر میکنم تو زندگی بیشتر باید شاد باشیم تا تو سر خودمون بزنیم، و دو تا آهنگو خیلی دوست دارم تو این آلبوم. یکی از ناجی که قرار شما پخش کنین، این ماره موقعی بوده که بسیار تنها بودم و دنبال ناجی میگشتم که پیداش کردم. شما اگه ترانه رو گوش کنین قشنگ قصه رو براتون میگه. و آهنگ آخرم تقدیم کردم به همسرم، Always هست اسمش، همیشه، که برای روزی که ازدواج کردم کادوی، بله، کادوی نازی خانم بوده، سی او کمپانی پایاندازان. میدونم که من میگی برگشتم بعد از 7 سال با ونجنس برگشتم، چون میدونم توی یکی از برنامه هایی که ستار داشتن پیدا میکردن، بله، داشتی میخوندی، من اونجا بودم، من مهمان بودم، با اندی، بله، و پاکسیما و همه اون گروه که بودن، یادمه که مهمان برنامه بودی. و بله، چقدر پسر گلی این فرد، بسیار درود به پدر مادرش که همچون پسری بزرگ کردن. It was a good program. خیلی برنامه خوبی. خیلی پروگرام بود. و میدونم که کاور تهران برنامه داری؟ بله بله. کاور تهران خونه دوم همه هنرمنداست. مخصوصا کسانی که سالها اینجا هستیم و همیشه ما مدیون کاور تهران هستیم. هر چند گاهی بار من دوست دارم اونجا باشم و دیدین که همه هنرمندا، نامداران، همه عزیزان فراموش نمی کنن کابار تهران. و محمد مسعودم خیلی دوستش داریم. اولین کابارهی بودش که و تنها دونهی که واقعا باقی موند، ما رو نگه داشت از اول، ما رو نگه داشت. بیرو جان، میخوام برای بیننده ها و یاران شما یک 10 تا نکتهی که خیلی مهمه برای کسانی که تو این جا پا میگذارن صحبتش رو بکنم، و دلم میخواد که تو هم عد بکنی به این نکته ها از تجربیاتت. حرفای اولی که زدی که بسیار مهم بود، میگفتی که انسانیت خیلی مهمه، شعورش رو انسان به کار بردن به جایی که ترسهاش رو به کار ببره یا خودخواهیاش رو به کار ببره. حتی میگفتی ممکن من قبل از ازدواجم خودخواهم بودم، ولی زمانی که وارد این فضا شدم شعورم به این قبل بود که خودخواهی خودم رو کنار بگذارم و فضای جدیدتر رو یاد بگیرم، برای اینکه این هدیه‌ای که داره توی زندگی ما میاد هدیه خیلی زیباییه، و اگر اون رو بلد نباشیم که چجوری پکیج رو باز کنیم و استفاده بکنیم از کف ما رفته، برای اینکه زیباییش اونجاست و واقعا میشه استفاده کرد از زیبایی که داره توی زندگی ما میاد. بله. یکی از نکات اینه که اشخاص بدونن تنها نیستن، بخاطر اینکه انقدر این خانواده ها دارن بیشتر بیشتر میشن که میتونن از خانواده های دیگه یاد بگیرن، از راه های موفقیتی که به وجود اومده تو سیستم های خانواده یاد بگیرن رو که برن جلو آماده باشن. مثلا نکته‌ای که جون گفتم، گفتم من اولش میدونستم چون وقت پدر نبودم این مهارت ها رو ندارم. کسی باید مشخص آماده باشن که بدونن انتظاراتشون چیه، تا چه حدی مهارت ها رو دارن ندارن. الان میدونین رشته روانشناسی تحقیقات بسیاری کرده، کتاب ها بیرونه، اشخاص میتونن برای خودشون آماده بکنن. بله. برای همچین چیزی رولتون متفاوته، همونجور که خودت گفتی که من میدونم که کجا قرار داشتم، من به عنوان یک منتور، به عنوان یک سپورت، به عنوان یک حامی میتونستم اونجا نقشم رو بازی بکنم و در اون جایگاه ارزشم مشخص بود. اگه میخواستم پامو بذارم توی رولای دیگه گرفتاری پیش میومد و خرابکاری میکرد. درسته. گفتمان رو گفتی که چقدر زیبا میتونه این گفتمان با خود همسر و این فضا رو تنظیم کردن به اینی که هر کدوم ما رولمون کجاست و چی رو باید بگیم، گفتمان صحیح با فرزندان وقتی که داره بالا پایین میرن یا مسائلی پیش میاد،
انتظارامون رو واقعی بکنیم، چون وقتی انتظارامون غیر واقعیه مشخصا یک نفر بهش برمیخوره. خیلی مهمه این پوینت، خیلی مهمه. بگو اگر اضافه داری، چون بقیه رو گفته بودی. همین که شما بگین این خودش ساعت ها صحبته. این که مسئله تو زندگی خیلی باعث خیلی از کدورت ها و ناراحتی ها میشه. انتظار، انتظارات غیر واقعی، غیر واقعی، غیر واقعی و قبول نشده، یعنی قرارداد گذاشته نشده سرش. یکی از مباحث دیگه میگه خصوصی نگیرید مسئله رو. من فکر کنم خیلی مهمه که درک بکنیم که بچه ها حتی با پدر مادرهای طبیعی خودشون بالا میرن پایین میرن، خشم دارن، بهشون میگن I hate you، نمیخوام ریخت تو ببینم، گهگداری، ولم کن، اینا رو دارن. ولی ماها به خاطر اینکه ارتباط ثانی باشون داریم و اون باند اولیه رو نداریم، خیلی به همون برمیخوره که انگار مثلا من چون تعلق ندارم اینجاست به من داره اینو میگه، در حالی که نه، به مادر خوب پدر خودشم گوش بدین، گهگداری همچین متلکای اساسی میپرونن. آروم داخل زندگی یک اونا بشیم تا اینی که بدون اینکه خبر داشته باشن یا شناسایی از ما داشته باشن یه دفعه ما سبز شدیم و رفتیم تو خونه داریم زندگی میکنیم و تمام شرایط اونا رو عوض میکنیم. خودت گفتی تو این سنین، تو این زمانی که نامزد بودین یه مقدار زیادی آروم آروم توی این ارتباط افتادی و اون صمیمیت رو به وجود آوردی قبل از اینی که ازدواج پیش بیاد. دقیقاً احساس دوستی و صمیمیت رو به وجود بیاریم. گفتی که اون عشق من، اون مدلی که من اونا رو بغل میکردم واقعیه و همه حس میکنن، چیز الکی نیست و عشق طبیعی و عشق واقعی رو حس میشه کرد. و وقتی اون اون رو حس میکنی دیگه فرقی نمیکنه که والد طبیعی من هستی یا نیستی، من انتخابت میکنم به عنوان یک والد و اون حق رو بهت میدم که در کنار من باشی. زمانهایی رو که قراره که، چون خودت گفتی ارتباط بسیار عالی با همسر سابق و یا پدر طبیعی اونها داری، برای کسانی که براشون مشکل یا اصلا نیستن، خب جاهایی مثل عروسی ها، تولد ها، خیلی از اینا همه باید با هم روبرو بشن و اون تعادل رو در حقیقت به وجود بیارن. اگر اون رابطه ها نیست، مثلا خوشبختانه نازی با شوهر سابقش یه ارتباط عالی داشتن که نگه داشتن، بعضی از ازدواج ها به این زیبایی و به این خوبی تموم نمیشه و همیشه به حالتی خدشه داری همیشه اونجا هست که کلنجار میره. ولی خب در این شرایط عید اینجور جاها به نظر میاد که باید یاد بگیریم چجوری انسانیتون استفاده کنیم و سیویلایز باشیم با هم دیگه، چون بچه هم دارن اونو میبینن و وقت هم میخواد. این یه چیز نیست که شبانه اتفاق بیفته، این دوستی و با همبستگی به خاطر بچه های یه مقدار، چون هیچ وقت جدایی هیچ وقت شیرین نیست، همهش تلخه، برای همه تلخه. ولی بعد از یه مدت وقتی وقت بدیم به مسائل، به اتفاقایی که میفته، وقت باعث شد که ما سه تا یه تیم بشیم و افکارمون رو بذاریم اول از همه بچه. دانش به اینه که چه چیزهایی هم بازدارنده میتونه باشه خیلی مهمه، چون اگه آگاه نباشیم بهش و دانش پیدا نکنیم بهش، وقتی که یک دفعه جلوی ما رو میگیره عکس العمل های نشون میدیم که بعدن بازدارنده، خود عکس العمل ها بیشتر بازدارنده میشه تا مسئله که به وجود میاد. مثلا یکی از مواردی که وجود داره اینه که دو نفر وقتی که بچه ندارن یک ماه عسل به خصوصی رو با هم دیگه دارن، مال همن، بیشتر حواسشون با همه، کسی دیگه ای نمیاد هی اتنشنشون رو بگیره. فرصتی دارن که زندگی رو بسازن، کیفاشون رو بکنن، ساعتشون رو به هم بدن، هر کدومشون تو زندگی اون یکی حس بکنه I'm significant، من مهمترینم الان، تا مثلا انتخاب بکنم برن بچه دار بشن با هم دیگه. وقتی که یک شخصی بچه داره و اون یکی دیگه نداره، وقتی اینا با هم آشنا میشن تو یک میدونی یک پاکت، یک قسمتی اینجا این اهمیت رو دارن، ولی میدوننم که بچه های اون شخص همیشه اهمیت و ارجحیت دارن و اون حال و هوای هانیمون اول رو تجربه نمی کنن. میدونی، نه اینکه بده نه اینکه خوبه، فقط متفاوته. بله. نمیم اینو تجربه کرده بودین یا نه توی زندگی؟ انقدر من به این همه اینا عشق و علاقه داشتم، مثلا این چیزا، این افکار تو سر من نبود. اصلا تو سر افکار من نبود. بله. که آیا اصلا من میگم یه دلیلی که چرا دوست دارم اتنشن بگیرم از همسرم، ولی عشق من روز به روز بیشتر میشد، جوری که نازی با بچه ها رفتار میکرد وقتی که بر اونا میذاشت. حالا
به من کمتر اشکالی نداشت، چون من اون عشق و محبت رو تو این دوتا میدیدم، اون به من جون میداد. چون من خیلی وقت خانواده دور بودم، من از 14 سالگی اینجا بودم، امریکا بودم، سو این چیزی بود که نداشتم و اون به من نیرو میداد و عشق حس خانواده. بله دقیقاً دقیقاً، میگن قلبتو گرم کرده بود. بله دقیقاً، نیازی بودش که داشتی بگی کم بودم بود، میخواستم چه خوب که با عشقم اومد جلو. یه پکیج خوب با نچک زدیم نچونه عشق اومد بکنه با بچه افرتلسلی همشو برات آوردن. خیلی خوشحالم که تصمیم گرفتی و قبول کردی که راجع به این مبحث صحبت کنی، چون بعضی از ازدواج ها و بعضی از این ارتباط ها انقدر سختی توش بوده، انقدر بالا پایین رفتن، انقدر باعث شده که دوباره طلاق ها اتفاق بیفته، انقدر باعث شده که بچه ها زنج بکشن، که همونطور که اولش گفتیم بعضی موقع یک مثی وجود داره که همیشه انگار بد خواهد بود، در حالی که ساید شیرین این رو و اینی که مدلی هم هست که واقعا کارایی داره و چجوری میتونه موفق بشه رو هم عرضه کردی به بینندگان این برنامه و یاران خودت. مرسی از اینه که این مبحث رو انتخاب کردی. سخت خواهد بود، راه سختیه ولی عملیست. درود بر شما، مرسی. من اتفاقا خیلی دوست دارم که به غیر از موسیقی تو برنامه باشم که هم یاد بگیرم، هم افکارم رو شریک باشم با بیننده ها. شنم خوشحال میشم که دوباره مهمان برنامه با باشی در سال 2013. نونخامه هم داریم بازم؟ نونخامه هم براتون میارم، خصوصا این کار رو انجام میدم که مطمئن باشم. خوب بود به اون قهوه ای که من درود بر شما، مرسی از لطفت. خیلی ممنون. مرسی از شما عزیزان که با ما هستید و تا هفته دیگر دوباره با شما خواهیم بود. منتظر باشین تا آهنگ ترانه دیگری به اسم ناجی رو از دوست عزیزمون بشنویم. روز و شبتون خوش. I'm not
عروس حس کنهات میشم همراه و هم هوات با حست تپش قلبم میره بالا و بالاتر میشم غرق راز اون چشمات میمیرم واسه اون نگاه